أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحي عالمین لتراب مقدم الفداه. اللهم كل ولي في الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأرضانه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. با عرض سلام و تقدیم احترام، جلسه 11 در خدمتون هستیم در سلسله مباحث معرفت امام زمان و فلسفه وجودی آن حضرت. در جلسه قبل گفتم که امام زمان در اون سرپرستی کلی که میکند، یکی از مهمترین قضاهایی که باید به ما بدهد و ما نباید گرسنه باقی بمانیم، اون هدایت است. هدایتی که خلاصه امام زمان علیه السلام ما را انجام بدهد، یعنی برای ما انجام بگیره، که آخرت ما باد نرود، آباد شود. چرا؟ چون دوستان ما در آخرت و قرار است که تا ابد زنده باشیم. زندگی و حیات واقعی در آخرت داره شکل میگیره. این دار دنیا دار گذره، دار خواب و چرت های ماست. بسیار اندکه، عمر بکنیم خیلی دیگه، 100 سال خوبه. این 100 سال در مقابل بی نهایت شما ریاضی خوندید چیزی نیست. انسان باید خیلی ابله باشه که یک زندگی و سرای جاودانه رو به 100 سال بفروشه. واقعا این نکته بسیار نکته اساسی و مهمی است که به نظر من ادیان مطرح کردن، جز دین چیز دیگه ای مطرح نمیشه از غیر از این مسئله که دارم بیان. ازا عزیزان به این نکته توجه بفرمایید. آن چیزی که به اصطلاح حضرت ولی از ارواح ما فدا در زمانه ما، غیر از این که سرپرست ماست، باید معاب ما رو به دهنه مسائل ما تحت نظر اوه، از مهمترین مسائل بحث هدایت است. خداوند متعال هدایت خودش را به وسیله حجت خودش قرار میده. خود اون حجت در هدایت به سر میبرد. او مهدیه. مهدی اسم مفعوله، یعنی کسی که هدایت شده از خودش. یه آیهی در قرآن وجود داره در سوره هود، در سوره یونس آیه 35: قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق. آیا کسی از اینایی که شریک قرار میدید برای خدا، دوست و رفیق شما هستند، میتونن شما رو به سوی حق هدایت کنند؟ قل الله يهدي للحق. خداست که کسی رو به سوی حق و حقیقت میتواند هدایت کند. بعد قرآن اینجا یه استدلال میکنه: افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. خیلی آیه زیبایی است. ائمه به این آیه استناد کردند، گفتن آیا کسی که هدایت به سوی حق میکنه، به سوی حق هدایت میکنه، افمن یهدی الی الحق حق و سزاوارتر از نیست که پیروی بشه کسی که به سوی حق هدایت میکنه، تا اون کسی که خودش نیاز داشته باشه که هدایت بشه. اما لا یهدی الا ان یهدا، بخواد هدایت کنه اول باید خودش هدایت بشه. یه مثالی بزنم تا این آیه برای شما روشن بشه. آیه سوره یونس گفتم آیه 35، خیلی آیه قشنگه. گفتم ائمه علیهم السلام به این آیه استناد کردند، خیلی زیباست.
ما همگی بخوابیم، همه خواب باشیم، قرار باشه یک کسی ما رو بیدار کنه. اگه هممون خواب باشیم کی ما رو بیدار کنه؟ هممون خوابیم. باید یکی این وسط بیدار بشه یا بیدار شده باشه. یادتون باشه ولی خدا و حجت خدا اون بیداری است که همیشه بیداره، اون چشم نافذ الهی است که لذاس عین الله، لذاس که وجه الله و خیلی از القاب دیگر. او بیدار، خدا او را هدایت کرده. لذا افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، به خاطر اینکه او به اصطلاح هدایت شده است لذا باید پیروی بشود. اما اینجا یه نکته دیگه هم وجود داره، او هدایت کننده حق و یکی از مهمترین کارهای امام علیه السلام این است که انسانها رو هدایت کنه. جلسه قبل این بحث رو مطرح کردم که بخش هدایت اون قضای مهمی است که امام داره به فرزندانش میگه، ولی به یه شرطی، به شرطی خودشم قبول هدایت کنم. خدا بناش در این آدم در دار دنیا این نیست کسی رو مجبور به هدایت کنه. خدا میخواد از سر اختیار خودمون بیایم، لذا ما این که باید در خانه آن کعبه دلها برویم، ما این که باید دل را به گیرو در نزد او بگذاریم، بگیم این دل من، حالا هر کاری دوست داری بکن. اگر چنین کاری نکنیم، اگر تو دل ما شائبه هایی وجود داشته باشه، آیا به اصطلاح زنگارهایی بر قلب ما، بر فطرت ما، بر عقل ما، بر کارهای ما وجود داشته باشه، حواستون باشه او چشم بینای خداست، گول نمیخوره. او به شعارهای ما توجه نمیکنه. چرا؟ چون میدونه شعار میده. من آنم که رستم بود پهلوان، میفهمه که نباید شعار بده. لذا این نکته اساسی و مهمیه، او هدایت شده است، مهدیه. یادتون باشه این لقب مهدی برای همه ائمه به کار بردن، همه ائمه. از امام حسین علیه السلام روایتی داریم که همه ما هادیان مهدی ها هستیم، ما هم هدایت شده ایم هم هدایت کننده. نحنو کلنا هادیان مهدی ها، از امام حسین علیه السلام روایت داریم، از ائمه دیگه هم روایت داریم. یکی از نکات مهم این است همه ائمه مهدی هست، اما امام زمان مهدی لقب خاصش شده است. تو این زمینه هم روایاتی داریم و این ماجرای هدایت هست که به اصطلاح یک سر و روی دیگری به بحث میدهد. خواهش میکنم، من گفتم مهدی یعنی اسم مفعوله، مهدوی بوده که واو قلب شده مهدی. بعد برید تو روایات نگاه کنید، ببینید دوستان تو غیبت شیخ طوسی روایتیه، امام علیه السلام میفرمایند چرا مهدی نامش مهدی شد؟ لانه یهدا الی کل امر خفی، او به خاطر این است که او هدایت میکند به هر امر مخفی، خفی شده، پوشیده شده. اوست که از غیب خبر دارد، اوست که بسیاری از رازهای الهی در دل اوست، موس هدایته. چرا نامش مهدی شده به شکل خاص؟ به خاطر اینکه او هدایت میکند به هر امر خفی. توی روایت دیگه ای دارد که یهدا لما فی صدور الناس، خیلی روایت قشنگی، لانه یهدا لامر خفی، یهدا لما فی صدور الناس، تو دلهای مردم برای آن چیزی که در دلهای مردمه هدایت میکنه. این روایت از حضرت امام جواد علیه السلام، خیلی روایت قشنگی است. انما سمی المهدی مهدی، یا تو کتاب دلائل امامی طبری شیعی این روایت آمده. حتی تو روایت داره که حضرت وقتی میان هدایت میکنن به امر خفی، مثل چی؟ کتب های آسمان قبلی رو میارن، یستخرج و تورات و سایر کتب الله من قاره انتاکیه. این مال اصل ظهوره.
من الان کاری دارم تو همین دوران ما، اونی که هدایت کننده است امام زمان. لذا توی دعای زیارت آل یاسین همینو میخونم، میگیم بقیت الله فی ارضه، خدا تو رو ضمانت کرد. السلام علی العلم المنصوب والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة غیر مکذوب. دوستان اینا کلمات داد میزنه، کلی مطلب، کلی حرف داره. ما عصر غیبت رو خوب بشناسیم. تو این عصر جسم امام غایبه، اما به اصطلاح معنویت امام و هدایت امام زنده است. لذاست تو بعضی از روایت گفتن بعضی از شیعیان ما غیبت به منزله مشاهده است برای اونها. بعد تو همین روایات در کتاب روزت الواعظین، کتاب روزت الواعظین که این کتاب مال ابن فتال نیشابوری، محمد ابن احمد ابن فتال نیشابوری، میدونید در سال 508 از دنیا رفته، یعنی اوائل قرن ششم قرن پنجم میزیسته، به اصطلاح تقریبا به اصطلاح جزء شاگردان شیخ طوسی است. خدمت شما عرض کنم که در این کتاب ایشون در کتاب روزت الواعظین و بصیرت المتعظین جلد 2 صفحه 264 از امام صادق روایت جالبی رو بیان میکنه. میگه هنگامی که حضرت مهدی قیام بکنه، دعن ناس الی الاسلام جدیدا و هداهم الی امر قد دفر، امری که نابود شده بوده، کلی تحریفات در دین درست شده. و ضل عنه الجمهور، و مردم اون رو گم کردند یا گمراه شدند. بعد حضرت بلا فاصله میگوید و انما سمی المهدی مهدیا لانه یهدا الی امر مضلول عنه. خیلی زیباست این جمله، هدایت میکند به سوی آن امری که مردم اون رو گمش کردند، هدایت میکند به سوی آن امری. باز اینجا بگید مال عصر ظهور، نکته مهمش اینجاست. بله، در اون عصر ظهور مانند تورات، مانند چیچی، مانند چیچی به دین رو تجدید کردن، مال عصر ظهوره. اما همین الان امام زمان علیه السلام هدایتگره، چنان که دیدید که به امر خفی هدایت میکند. امام زمان به دلها نگاه میکند، دلهای آنها را خلاصه با نگاه به دلهای آنها میفهمد آنها چه چیزی را باید طلب بکنند، چه چیزی الان به دردشون میخوره، به کجا باید برسند. لذا این لقب برای امام زمان که گفته شده مهدیه، این کار اصلی امام زمان در عصر غیبت. من اول باید برم هدایت بخوام، من معذرت میخوام، من هزاران گناه و مسائل دیگر دارم، اینها رو هیچ کدامش رو به انجام نمی رسانم، نماز نمی خونم. بعد میگم یا صاحب الزمان، من توسل میکنم. من یادم میاد یه جوانی آمد به من هم میگفت من نماز نمی خونم، همین رو انجام میدم، ولی میرم جمکران از امام زمان میخوام. بهش گفتم بهت داده؟ او باره یکی دو بار به من یه چیزهایی داده. گفتم ببین داره بهت اتمام حجت میکنم، حواستون باشه، امام زمان نمازخون میخواد، امام زمان خوش اخلاق میخواد، امام زمان بدون خوردن شیشه ماها رو میخواد. حواستون باشه، خدا هم در همین روایاتون برید تو باب ادعیه ببینید. اگر من به اصطلاح به دروغ بگم خدای من هدایت کن، ولی من هدایت رو طلب نکنم، من دنبال به اصطلاح عیش نوش دیگه و شهوت را میباشم، خدا اگر هم بدهد به من، میفهمم اینجا داره اتمام حجت به من میکنه، بگه ببین من میتونم بدم، اتفاقا وزر و بال من بیشتر میشه، اتمام حجت داره میکنه. او هدایت کننده است و هادیه. یعنی چی؟ یعنی همانطوری که خداوند متعال در سوره مریم میگه اسم یحیی، ببینید اسامی رو هوا نیست، انشاءالله جلسه بعد کمی درباره این اسامی صحبت میکنم. اسامی با
دقت فراوان گفته شده، با دقت فراوان انتخاب شده. لذا مهدی یه اسمی است که نشان دهنده کار اصلی امام زمان است. او هدایت کننده کله، هدایت میکنه کل آن چیزی که انبیا عظیم شأن الهی آوردن به سوی آنجا هدایت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.